این مهران است، کودک 8 ساله در کابل. کوچکترین فرزند خانواده اش است، اما جایگاه ویژه‌ای در قلب همه دارد. من طاهر قادری هستم. اینجا در افغانستان به دنیا آمدم و با فرهنگ و سنت های این کشور بزرگ شدم. حالا که به عنوان خبرنگار در غرب کار میکنم، دوباره به زادگاه هم آمدم تا در مورد سنتی که ممکن است برای شما عجیب به نظر بیاید فیلم بسازم. سنتی که خیلی از خانواده های این کشور با آن درگیر بودند. این جایست که مهران رفعت زندگی میکند، یکی از مناطق مرفع شهر کابل. خانواده رفعت از طبقه ثروتمند جامعه است. آزیتا رفعت یکی از چهره های معروف سیاسی کابل است و زمان هم نماینده مجلس بوده. آزیتا رفعت با شوهر و 4 فرزندش زندگی خوب دارند، ولی کمبود در زندگیشان وجود داشت که می توانست خانوادهشان را از هم بپاشد. در جامعه افغانستان وقتی شما داره یک موقف خوب هستین و از زندگی خوب برخوردار هستین، مردم همیشه با یک دیدگاه بسیار خاص به شما میبینن و این زندگی خوب و خاص شما در دیدگاه مردم زمان تکمیل هست که شما در بین اولادایتان یک فرزند پسر داشته باشین. ما 5 سال سرکار ما خود مردم بودیم که خانم ما وکیل بود، ما مجبور بودیم که مردم به پذیرایی مردم اینجا بود بودیم. ما هر میگیم خانواده هم. دیگه ما مردم هر کنه میکنیم، ما دیگه بسیار یک این مملکت ما شما رو که دیگه شما از ما بهتر میفهمید که اینا دیگه مردم بسیار به حساب پسر که اگر نداشتی مردم یک انتقاد کلان داره که شما چرا پسر نداشتی. ما زمانی که باعث نماینده مردم افغانستان در پارلمان بودم، وقت دوستان میامدن و دیدن ما و خصوصا مکلین ما میامدن در اونجا، خب همیشه وقت اولین افسوس را که بعد از اینکه تعریف از خب میکنن شما یک زوج بسیار موفق هستین، خود یک خانم بسیار موفق هستی که البته حسن نظر از دوستا بود و ای که به حساب اولادای فرزندای بسیار خوب داری، ولی متاسفانه پسر نداری. آنها دنبال چاره گشتند و نهایتاً راه حل انتخاب کردند که آسان نبود. کوچکترین دخترشان مهرنوش را تبدیل کردند به مهران. به همین سادگی، با یک دست لباس پسرانه و کوتاه کردن موهایش. از لحاظ خصلت دختر کوچک ما خوب هم نسبت به جسامت خود، نسبت به سایر همسن سالهای خود نام خود بسیار قوی تر و درشت هیکل تر بود و هم از اینکه از خوردی علاقه مند به کارهایی داشت که پسرها بیشتر داشتن و علاقه مندی. مهران امتیازات یک پسر را پیدا کرد. از همان روز اول اجازه یافت بیرون از خانه با پسرها فوتبال بازی کند، برای خرید به مغازه برود و حتی در مدرسه پسرانه درس بخواند. اما با یادم از زمانی که بر اولین بار قضیه رو با خود مهران صحبت کردم، بر از اینکه بچه ما تصمیم گرفتیم که تو را بچه پوش کنیم، از ما پرسان کرد که ما در بچه پوش یعنی چی؟ و بهش گفتم بعد از این تو خلاف دخترها، یعنی همیشه وقت دریشی خواد کردی، در زمان پیرانتومان که پسرها می بشن به مو شکل خواد پوشی، واسکت خواد پوشیدی، کلاه قنداری به سرت میمونی، در زمان از او باسکل داری، بعد از این باسکل خواد داشتی، کرکت بازی میکنی در بیرون. کار کنی موتر پس مرک بیای خوب است. اینا کنی هسته در موتر هم از ماکس میکرد. وقتی قضایی ها یکی پای دیگه برازی صحبت میکردم بسیار جالب بود. اولین عکس العمل میرانی بود که واو راستی همو تو میشه؟ یعنی بعد از شما اگه ما برم با کوچه نمیگین که ناوخ شده، من با تو میتونم که بچه ها برم چی کنم، کرکت بازی کنم، فوتبال بازی کنم. را شما افتم بله میتونی کار کنی و ای گفته که بچه خوب است که میرم مرم میبرین به سلمانی که مهمر کم کنه. یه اولی نکس الامل میران بود. لالو ای کودکی افغان، لالو طفلکی بیدارو در مان، لالو پایلو چی دشت و بیابان، لالو ای همه سو خشم تو ایران، لالو ای امه خواب و تو پریشان، لالو. با گذشت یک هفته مهران به اندازه در قالب جدیدش جا گرفت که حتی رفتار و گفتارش هم عوض شد. خانه خونو بستر خوابی تو کو دست نمازی. پدرش که همیشه دوست داشت یک پسر داشته باشد دیگر احساس کمبود نمی کرد.
هر زمان هم مهمان بیاید مهران در کنارش است و حس می کند حیثیت خود را باز یافته. در بعضی از خانواده ها مرد ها برای داشتن پسر دو بار یا حتی چند بار ازدواج می کنند. بچه ما یک علاقه‌مندی بچه بود که دیدیم که دختر که خود از می خواست که همین بچه که باشه، می دیدیم که به این حساب راحت تر بود. دیگه ما گفتیم بیا که همین از همین موقع استفاده کنیم، خیر است همین که خوش داره و همین معکلین هم خوش داره که ما یک بچه داشته باشیم. گفتیم باش که ایره به همه ارتباط ایره بچه پوش کن. با وجود این که دوست ها و آشنایان خانواده رفعت می دانند که مهران در اصل یک دختر است، اما اصلا بر روی خودشان نمی آورند. شما چی مهران جان بشین؟ ما کاکایش. مهران جان دوست داره نتمند بشین؟ خیلی دوست داره. مهران دوست داریم یا دیگر؟ هم اعضای فامیلش دوست داره. شما چند پسر دارین چند دختر؟ ما دو پسر داریم، 5 دختر. کدامش خوب از به نظرتان، دختر یا پسر؟ والا بیش به نظر ما یک چیز است، هر تا اولاد است. هر بیش از خود مهر محبت داره. و مهران جان شما چی میبینین؟ بچه یا دختر؟ مهران جان که بچه است. مهران خیلی زود به شخصیت جدیدش خو گرفت و حالا از همه امتیازات تک پسر خانواده لذت می برد. گیمی چی بازی می خواهی کنی؟ چی میگن شطرنج؟ این خوب داره. یکی ما بازی می کنم، یک کمی کمپیوتر. جور تو زد مره. ولی خواهران مهران در این مورد چی برداشته دارند؟ از میانتان کی میخواستن مثل مهران باشن؟ جی کاش که من مثل تو باری بودم که خورد خانه میباشیدم که مادر پدرم عمر دوست داشت. خوش داشتیم که باز بچه با نرازان بتن از باز وقتی بچه هاشون باز چیزی که نمیگن با کسا بادم بچه هم باشه که باز بعد از که کسی بزنی هم باز چیزی کننگه که نگه باشی بچه توی خونه دیگه. آدم بچه باشه که میتونه به بیرو بره آزاد به هر جا بگرده و کس هم به آدم چیزی نمیتونه بگه از خاطر. حالا شما مهران چی صدا میکنین؟ برادر یا؟ مهران برادر صدا. بیرون هم بای بچه ها بازی میکنین؟ هم سنسی ها خود. چی بازی میکنی؟ کرکت. با بهشته خودت هم دوست داشتی که بری بیرون امرای بچه ها کرکت بازی کنی، فوتبال بازی کنی؟ خوش کداشتم. مهران جان کلان شوی، دوست داریم تو بچه بانی؟ در سالش مادر من رو دختر می سادم. خودت دوست داری؟ پس دختر شوی؟ ولی بیرون باز رفتن هم می تانی، خیره؟ خوب است که شاگرده مره نسنم. جس اکم سنفی ماما چی میکرد؟ ما چی دشمنی داره هر روز میزنم. مهران هنوز خیلی کوچک است تا درباره جنسیتش سؤال بپرسد. در جمع پسرها او هم یک پسر است، پسر تمام عیار و با قدرت پسرانه. برای من یاد دارم زمانی که تازه پسرانه پوش شده بود در سایه مکریان ما زندگی میکردیم، روز من از وظیفه آمدم، دیگر روز بود و خانه بودیم که دروازه تک تک زد یکی از همسن سالای که همسن سالش گفته نمیشه چون آقا پسر بزرگتر از خودش بود، حداقل 2 یا 3 سال از خودش بزرگتر بود. یکی از همسایه های ما پسرش با گریه آمد پشت دروازه رو میکوبید و وقتی که من دروازه رو باز کردم خب پرسان کردم که من چون طفل هست با مولاجی که بر طفلای خود صحبت میکنم بچه‌م چی شده. گریه کرد که امی دخترت مرا خاله زده و بخاطر ما گفتم خود چرا زده؟ ما چون گفت مرا گرفت و زمین زده و گارم کرده. خب اینه نوازش کردم، یک چاکلیت به دستش داد و مسرت خواستم از اینکه نامت ممرش کار دارم. و جالبیشی بود که چند لحظه بعدش میران تک تک زد دروازه را، وقتی باز کردم که نهایت عصبانی هست، لباسش کاملا خاکی شده و بکس خود بسیار محکم زد به داخل دالیز. ما از این پرسان کردم خب تو چرا جنگ کردی؟
چرا مثلا فلانی اومده در دست تو شکایت میکرد، گفته که خوب کار کردم امروز جنگ کردم، من از مکتب و از موتر تاش نیم اومدیم، به من میگه اون دختر خود بچه پوش کرده. ما براش گفتم که خوب تو که میگی دختر، بیاردی ما کشتی بگیریم، سعی کنیم کی زورش زیادتر هست. ما امروز کشتی گرفتم و زدم به زمین، اوگار شد دیگه. چرا به من میگه که تو دختر هستی، در حالی که زورش هم از من کمتر هست. وقتی که با هم کشتی بگیریم کی زور است؟ ها؟ اکادازی یا که پدر خودم زورتر هستم. خاطر که چی بچه هستی؟ پدر ما هر چی کدنه می کنم من سما و رباخ می زنم. چرا زور هستی؟ دیگه پدرم که شیر بخورم تا قوی تر می شه. تقریبا یک هفته در منزل رفعت مشغول فیلم برداری بودم. هرچی بیشتر این سنت بچه پوشی رو از نزدیک می دیدم، به همان اندازه می خواستم عواقب و تأثیرات آن را هم بفهمم. سنتی که کمتر سخن از آن در جامعه زده می شود، اما بسیاری از خانواده ها در سراسر افغانستان آن را دیدند و یا تجربه کردند. برای همین می خواستم از زبان خانم رفعت بشنوم که وقت مهران دوباره دختر شود سرنوشتش چه خواهد شد. او آزادی ها سلب می شه، ولی خب ما امید داریم برای از اینکه جامعه افغانستان هم تغییر کنه. 6 سال فاصله زمانی بسیار طولانی هست. در طول 10 سال تغییرات را داشتیم. ببین از یک حالت کاملا بسته چهار دیواری شده کانکریتی خانواده ما بیرون شدیم و آمدیم در اجتماع ظاهر شدیم و خواستیم که در آبادانی از این کشور دوش به دوش برادرها قدم برداریم. من مطمئن هستم تا 6 سال دیگه یوزا هم تغییر خواهد کرد و بیشتر باورمند خواهد شدن به حضور زنا. برش سخت خواهد بود، من مطمئن هستم که سخت خواهد بود. ما کوشش میکنیم از حال ذهنیتش باز کنیم. تازگی ها در این کشور می توان تغییرات را حس کرد. در هفته ای که از خانواده رفعت فیلم می گرفتم، اتفاق جالب افتاد. تظاهرات زنان افغان علیه آزار و اذیت خیابانی. موارد خشونت علیه زنان در افغانستان خیلی گسترده است، اما یکی از این خشونت ها آزار و اذیت خیابانی است که زنان افغان را به سطوح آورده. مثل که دیگه مردا در افغانستان حق دارن، آزاد میگردن، درس میخوانن، دخترها هم یک داشته باشه تا کنه آزاد درس بخوانن، آزاد بگردن و کس به زندگی شخصی اونا کدام مشکل شخصی نداشته باشه و اونا رو نمونه که مثلا یک کار کنن مانع اونا شون. و فکر میکنی چون افغانستان یک جامعه سنتی است، مردها آزادی های بیشتر دارن، خود دوست داشتی که مرد باشی تا یک زن؟ نه خیر، نه، من هیچ وقت نگفتم که من باید یک مرد باشم. من همیشه ایره خواستم که من قسم که هستم یک زن هستم. باید یک روز درست است که مثلا تا حال کس ای اقدام نکرده که مثلا بالای زنان اینا باید یک چیز داشته باشن تا که زنان بتونن از خود دفاع کنن. اما من هیچ وقت نخواستم که من یک مرد باشم، چون من همیشه خواستم که درست است که یک روز خاص صدا مشنده شد و یک وقت ما خود افتخار کنیم که زن هستم. مولا علی مهران هنوز دوران شیرین کودکیش را طی می‌کند، اما من خواستم تجربه دختر را ببینم که پسران پوشی را از خردسالی تا جوانی تجربه کرده. ما به شهر مزار شریف در شمال افغانستان در حرکت هستیم تا دختر را ببینیم که حاضر شده با ما صحبت کند. الهه 21 سال است و دانشجوی حقوق. پدرش پزشک است. الهه در یک خانواده متوسط به دنیا آمده، اما تا 3 سال پیش پسرانه پوش بوده. ما در یک خانواده پسر شدیم که پسر بزرگ نداشتن و همیشه مسئولیت هایی که باید برای پسر داده می شد نو برمت داده شد. ما از امو خورترکی سو پسرا بزرگ شدیم. هنوز هم با خصوصیات های مخواه قدرم به دختر را فکر کنم دایی چند سال اخیر نمیمانه. او فرسنگ ها را پیموده تا برای ادامه تحصیل به مزار شریف بیاید. رسم است که خیلی از دختران در سن و سال الهه با رسیدن به سن بلوغ ازدواج میکنند. خیلی از دوستان الهه پسر هستند، اما او در میان دختران همکلاسش با عنوان دختر نمونه شناخته می شود.
الهی یک دختری است، یعنی وقتی که ما دستیم با هم هستیم این یک خوب و اخلاقی داره که اصلا به خودش خیلی مطمئن است و اصلا برعکس افغانستان، دختری که در افغانستان هستن که خیلی انزوایی هستن و نمیتونن که از حق خودشون دفاع کنن، الهی برعکس است و دختری دیگه هم دارن از این تقلید میکنن که به نظر من این خیلی عالی است. مثلا چون به خاطر که در افغانستان با گذشت چندین سال و یعنی چندین دهه جنگایی که بوده و ظلمایی که صورت گرفته، وجود هم تو شخصیت های در اجتماع باعث میشه که افغانستان از این حالتی که هست بگذره. خود دلاهه را به عنوان یک پسر میدونی یا یک دختر؟ یک دختر واقعی. اما در میان همکلاسان پسرش شخصیت قوی که همه از او حساب میبرند. بسیار از دختر دیگه فهم میکنه، یک دختر که یک خصوصیت داشته باشه خصوصیت یک دختر نداره، مثل یک پسرها و بچه همراه برخورد میکنه، یه بسیار به خود متکی دیکتاتور است. حتی به خاطر از که دیکتاتور بودنش مردم به نام قومندان صدا میکنن. زن وقت پیش شاهی سنه بودیم که یک بچه کدام گفت برش گفته بود در سنه دانشگاه قدسیل زده بود، بسیار یک دختر دیکتاتور بود. یعنی برخوردی که شما همراهش میکنین مثل بچه ها و پسر ها میکنین؟ برخوردی که ما همراهش میکنیم هیچ فرق نمیکنیم که دختر است یا بچه است، مثل پسر همراهش برخورد میکنیم، هیچ ما فرق از را دیده نتونستیم که دختر است یا بچه است. الهه اما هنوز ضربه روحی را که در دوران پسر پوشی تحمل کرده به یاد دارد. البته زمانی که من فهمیدم من دختر هستم بسیار ناراحت شدم. من بار میکنم روزها گریان میکردم، خدای من چرا دختر هستم؟ من پس بچه کوبه اندازه بود. و زمانی که من فهمیدم دختر هستم خب تاثیرات بسیار زیاد سر من داشت، اما با گذشت زمان قبولش کردم دیگه. و بعد از اینکه الهه خودت خب پسرانه پوش شدی و اینا، بعدا فهمیدی که خانواده چرا همچه یک کار را کردن؟ یعنی خودت متوجه شدی که دلیل اونا چی بوده برای این کار؟ البته فامیل من از اینکه من پسر پوش کردن و از ترکی من با پسرها عادت دادن زیاد خوشم هسته، ایجا خدی مایوس نمیشن که چرا من تو را مثل ازو کلام کردم و بسیار خوشم هسته، چون گفتم من از خود ترکی برادر بزرگی نداشتم در خانه، پدر من تنها بود، بس به می خاطر من امرو ازو مثل بچه ها کلام شما احال ایرم بسیار خوش هست. اگر نباشه را میگه دخترم اگر در خانه باشه من میفهم شاید بندازه پسر کار کنه. ازدواج چطور؟ آیا الهه به ازدواج و تشکیل خانواده علاقه دارد؟ من به این باور هستم که ایجا عروسی نمی کنم اول، چون عروسی ازدواج البته در افغانستان چون حالتی را که ما دیدیم ما از ازدواج عروسی همی رو برداشت کنیم که ازدواج که اصلا سال محدود می سازن، یعنی آزادی های را سرد می کنن، هیچ وقت نمی تن کسی که عروسی کنه بعد از عروسی او تنها میشه، او هیچ وقت نمی تن چیزای خوش می خواهیم را برآورده کنه، آرزوهایی که دارم رو پوره کنه. بعض وقت من ای از قار خود بگم که من قار میشه میگم من باید یک شخص عروسی میکنم که همون تو ظالم باشه، باز بگرم باید جزا بکنم با ما اندازه قسمی که یک مرزن جزا میتن ما مورم قسم بکنم. در افغانستان بچه پوش یکی دوتا نیست، به هر طرف نگاه کنی افراد را در خانواده، دوستان و همسایه ها پیدا میکنی. یا مولا برای اینکه موضع مدافعان حقوق زنان را در این مورد بدانم نزد فریبا مجید رئیس امور زنان ولایت بلخ رفتم. اگر به عنوان خشونت برای داشتن یک دختر اگر لباس دختر را تعویض میکنن من فکر میکنم که یک خشونت عمدی هست، ولی زمانی که به یک هدف نیکه که در یک قریه در یک شهر که مشکل است که اگر با لباس دخترانه آزاد بره به یک جای کار بکنه یا درس بگیره یا تعلیم بگیره با لباس بچگانه راحت تر میتونم، من فکر میکنم که یک رسم خوب خواهد بود. فریبا از تجربه خودش برای ما میگوید. مرا بعد از 3 روز تولد با لباس پسرانه مرا ظاهر ساختن و تا ای که من آهسته آهسته بزرگ شدم، زمانی که من به مکتب میرفتم در او زمان هم تا زمانی که مکتب ممانعت نمیکرد برای پوشیدن لباس پسرانه من راحت تر بودم که باید لباس پسرانه، به ای که هیچ گاهی نمیتونستم که دامن بپوشم یا پیران زنانه بپوشم دخترانه. فریبا از این که از خصوصیات پسرانش برایم بگوید شرمنده نبود. هیچگاه اگر در خانه کاملا بیکارم بوده باشم، اگر در روی خانه گلاسا باشه یک چیزی باشه که باید بخواهیم مثل دیگه اعضای خانواده در کار خانه سهم بگیرم، هیچگاه اینمی استعداد ندارم.
زیارتگاه منصوب به حضرت علی در شهر مزار شریف. بسیاری از زنان به اینجا می آیند تا دعا کنند صاحب پسر شوند. اما مقامات مذهبی در برابر خانواده هایی که دخترشان را بچگانه پوش می کنند عمدتا موضع نرم دارند. مردم افغانستان فامیلایی که اکثرا بچه ندارند به فال نیک گرفتن دختر خود کالای بچگانه پوش کردن که خدا لطف کنه برای ما بچه بده. از این خاطر در طول زمانه ها بوده و این دوام خواهد داشت. یکی از کلتور و عنانات فرهنگی مملکت ماست. در اقارب و دوست ها و شناس ها و محیط و محل خود میفهمیم که تا سندهای 12 ساله 10 ساله تا وقتی که در بلوغیت میرسن حتی در بچه ها کمرای بچه ها یک جای درس میخونه و بچه ها نمیفهمند که نام بچه نیست. و من این رسم پسندیده فکر میکنم به خاطر از اینکه دخترها که با بچه ها یک جای بزرگ شوند درس بخوانند اینا روحی بچگانه میگیرند. ما میخواییم که خواهرها و اولادای ما با یک روحی همه تو ستیز جویی کلان شوند. خودتان مثلا پسر نمی داشتین همین کارا میکردین؟ دخترتان پسرانه پوش میکردین؟ شاید ولی چون من خدا را شکر گذار هستم که 4 دختر دارم 2 بچه دارم. اما سنت بچه پوشی در افغانستان منتقدان هم دارد. آنها این را نوع خشونت علیه کودکان می دانند که ممکن است منجر به مشکلات و ناراحتی های روانی در سن بلوغ و بعد از آن شود. اگر این برای یک مدت کوتاه باشه شاید اثراتش خیلی ناگوار نباشه، ولی بعضا دیدشت متاسفانه که در سنین بزرگتر هم زمانی که طفلا از سن 7 سالگی به بعد در این دوره هم که رشد شخصیت ذهنی معنوی و جسمی طفلا به طرف بالا میره، در این مرحله هم اگر این طفلا به عمول باس میمونه در حقیقت جنب و جوشش بیشتر با بچه ها میشه و این آیسته آیسته خصوصیت هایی ره که یک دختر داره، ظرافت هایی ره که یک دختر داره، لطافت روحی ره که یک دختر داره، این با نشست با بچه ها این آیسته آیسته از دست میده و یک زمانی که پس دوباره این ره میارن در حال اولیش مثل این که یک رویا ره این آدم از یک خواب بیدار کرده باشه. پس بچه گانه پوش کردن دخترها در حقیقت من فکر میکنم که نوعی از احترام نگذاشتن به حقوق حقیقی دخترها هست. قبل از این سفر در مورد پدیده بچه پوشی چیز زیاده نمیدانستم و اینکه این پدیده چقدر در میان خانواده ها از اقشار مختلف کشورم جا افتاده است، اما در منزل رفعت هنوز یک راز ناگفته باقی مانده. نکته جالبی است که من میخوایم با شما شریک بسازم این است که ما خودم دوران بچه پوشی را تیر کردیم، اگرچه اکثر کسایی را اطلاع ندارن. در اون سالا پدرم نیازمند به این بود، ما یک دکان بسیار بزرگ خوراک فروشی داشتیم در مکریان و پدرم نیاز داشت برزی که یک کسی در دکان کمکش کنن. تصمیم به این شد که من بچگانه پوش باشم و من باید دارم که همیشه موهایم کوتاه بود، دریشی می پوشیدم، کلا به سر خود می ماندم و در ضمن از او کاملا چون و کوشش هم می کردم و خوب باید دارم زمانی که مرا بچگانه پوش کردن کوشش می کردم با یک صدای درشت‌تر با مخاطب خود صحبت کنم، مثل که بچه‌ها کم صدایشان درشت‌تر از دخترها هست. ولی خب یک چیزی که از وقت پسان بزرگتر شدم این تجربه که من داشتم بودن در بین اجتماع باعث یک پسر و ارتباط مستقیمی که نزدیک با مردم داشتم برام بسیار زیاد کمک کرد تا هم احساس استقلال طلبی، احساس اعتماد به نفس در من بیشتر قوی شود. یک تجربه خوب بود بر من. اما ممکن است این تجربه خوبه برای همه نباشد. خانم رفعت خودش میپذیرد که این سنت ناشی از موضع سختگیرانه اجتماع در برابر زنان است. زنانی که به خاطر جنسیتشان از حقوق انسانیشان بی بهره هستند. داشتن دختر در یک خانواده عیب میدانند و تا زمانی که دیدگاه من فکر میکنم در افغانستان جمع نشه، تا زمانی که دیدگاه مثلا برش پرداخته نشه و مو اعتقاد در بین مردم ایجاد نشه که زن و مرد هر دو مساوی هستن، حقوق مساویانه دارن و نباید برخورد جنسیتی با اینا صورت بگیره و باعث جنس اول و جنس دوم بلکه باعث فرد برشان نگاه شود، تا زمانی که دیدگاه فرد در جامعه اینا جاگوزین از دیدگاه جنسیتی نشه ما موضوعی بچه با پوش در افغانستان خود داشتیم به خاطر از اینکه هیچ فامیلی نمیخواد که در سطح اجتماع در سطح جامعه خود کمتر از دیگر معلوم شوه و باعث یک عیب نداشتن بچه برش محسوب شوه. هنوز زن افغان به حقوق خود نتونسته برسه و هنوز هم اکثریت دیدگاه بچه پوش
دیدگاه محرومیت هسته و ما خواهش مایی هسته که بیاین سر از این قضیه هم فکر کنیم، سر این قضیه هم بپردازیم که چرا یک مادر وادار به این میشه که دختر خود بچه پوش کنه و چرا باید یک چهره بچگانه بر یک دختر ارائه کننده یا دهنده آزادی از او باشه. هیچ کس نمیداند که چند دختر در افغانستان در لباس پسران زندگی خود را میگذرانند، اما تقریبا همه در این باره داستانهای زیاده برای گفتن دارند. پسران پوش کردن مهرنوش برای خانواده رفعت راه حل موقت بوده. آنها هنوز در مورد عواقب تصمیمشان نمیدانند و شاید فکر میکنند پسران پوش کردن مهرنوش ارزشش را داشته که خانواده از هم نپاشد. A B letter wants to say S and sound in a special way. So let's begin our A B C and see what the sound of the letters can be. And see what the sound of the letter can be. Letter can be. Mom, go to me.